تاریخ جی بی سکس در قرن بیستم. شاید از عنوان کتاب این گونه براید که جین وندنبرگ نویسنده آن دیدگاه‌های انتقادی خود از روابط جنسی را مقاله‌وار ارائه داده است، ولی در اصل آنچه او در این کتاب به آن می‌پردازد قصه زندگیش است که در آن از غلبه‌اش بر کودکی اندوهناک و غریبش و تبدیل شدنش به انسانی پیچیده و کمتر اندوهگین نوشته است. بخش نخست کتاب که کشش جاذبه نام دارد سنگین، منظم و خاطرگونه نوشته شده، ولی بخش دوم یعنی تاریخ جی بی سکس در قرن بیستم به قول منتقد نیویورک تایمز گویی با قلم دیگری نوشته شده است. در این بخش داستان به هم می ریزد و آشفته و شلوغ می شود. وندنبرگ از طلاقش می نویسد، از فرزندانش، از حساسیتش به هر آنچه در اطرافش می گذرد، از ازدواج دومش، از بازگشتش به کالج، از نویسندگی و حتی کار کردن در شرکت مخابرات، و خلاصه خواننده را در مدت زمانی کوتاه از جایی به جای دیگر می کشاند. منتقدان بخش دوم کتاب را گیج کننده خواندند، چرا که وندنبرگ منطقی برای تغییر از آنچه بود به آنچه هست ارائه نمی دهد. شاید به قول منتقد واشنگتن پست، نویسنده بخشی از اطلاعات مهم را پنهان کرده است. جین وندنبرگ در این کتاب از پدر معمارش می نویسد که همجنسگرا بود، برای درمان در آسایشگاه بستری شد و در نهایت خود را کشت، و از مادرش که هنرمند بود ولی پس از خودکشی همسرش رفته رفته علاقش به همه چیز را از دست داد، دیوانه شد و سرنوشتش به بیمارستان روانی ختم شد. پدر و مادری که در دهه 1950 و در اوج محدودیت‌های اجتماعی و فکری فرزندانشان را قربانی اندیشه‌های عصیانگرشان کردند. جین وندنبرگ و برادرانش به خانواده پرجمعیت و پردردسر خاله‌شان جنت پیوستند. جین در دوران دگرگونی فرهنگی آمریکا بزرگ شد. ترور کندی، جنگ ویتنام و انقلاب جنسی دهه 60. دورانی که موجی از آزادی‌های فردی، اجتماعی و جنسی به ارمغان آورد و جین وندنبرگ را در اوج آشفتگی‌های روحی و عاطفی با حقیقت‌های تازه‌ای از فرهنگ آمریکا و هویت فردی و اجتماعی خودش در این چهارچوب آشنا کرد. در این دوران است که افکار جین وندنبرگ شکل می‌گیرد و خواننده با تبلور اندیشه‌هایش همراه می‌شود. اما حقیقت و مفهوم واقعی سکس که وندنبرگ از نوجوانی با آن کلنجار می‌رفت تا پایان کتاب در ابهام باقی می‌ماند و خواننده تا پایان داستان هم نمی‌فهمد سکس ابزاری برای خودآزاری است آنطور که نویسنده می‌گوید، یا شعری کوتاه که در واژه بوسیدن خلاصه می‌شود.